سلام و درود میگم خدمت همه دوستان. امیدوارم مثل همیشه خوب و سرحال باشید. شناخت کارآفرینان برتر جهان و داستان موفقیت اونها برای اغلب ما حقیقتاً جذابه. نقش مهم افرادی همچون بیل گیتس و استیو جابز در ساختن جهانی مملو از فناوری که با سرعتی شگفت‌انگیز در حرکت انکار نشدنیه. ما هر لحظه از روز خودمون رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم با محصولات اپل و مایکروسافت میگذرونیم. خواه در حیطه کاریمون باشه و خواه در مجموعه سرگرمی هامون قرار بگیره. به خاطر همین تأثیراته که بسیاری از ما به دنبال آموزه های موفقیت از زندگی این بزرگان هستیم. تو این برنامه سری به جان دیویس راکفلر، بنیانگذار کمپانی استاندارد اویل و یکی از معروفترین تاجران و خیرین ایالات متحده میزنیم. زندگی راکفلر برای کسانی که به دنبال موفقیتن آموزه های فراوانی داره. پس در ادامه با ما همراه باشید تا 7 درس موفقیت از ثروتمندترین مرد تاریخ آمریکا دیویس راکفلر رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جان نمونید. وقتی به موفقیت میرسید، انتظار انتقاد هم داشته باشید. راکفلر و شرکاش یکی از بزرگترین شرکت‌ها در تاریخ آمریکا را ایجاد کردند. استاندارد اویل در اواخر قرن 19 بیشتر صنعت نفت آمریکا را از آن خود کرده بود و کنترل قابل توجهی نیز بر خطوط راه آهن داشت. منتقدان طی سالها انتقادات تند و تیزی از روش‌های راکفلر کرده و به شخصیت وی حمله کردند. گرچه برخی از اونها انتقادهای سازنده و درستی بودند، اما بیشترشون با اغراق بیان می شدن. شما مگر می خواهید در مسیر بزرگان گام بردارید، باید انتظار انتقادات تند و تیز رو نیز در این مسیر داشته باشید. انتظار گمنام بودن طولانی رو داشته باشید. آیا می دونستید که راکفلر کار خود رو به عنوان یک کارمند آغاز کرد؟ او در نوجوانی در شرکت کوچکی در کلیولند کار می کرد. چندین سال در همونجا کار کرد و صحت صورت حساب‌ها را بررسی می‌کرد، از مشتریان پول دریافت می‌نمود و به رشد اون شرکت کمک می‌کرد. راکفلر طی این دوران باورهایی رو در خودش شکل داد که بعدها موفقیتش رو رقم زدن. او درک عمیقی از سود و زیان در کسب و کار به دست آورد. اگر شما هم در گمنامی کار می‌کنید، به دنبال راه‌هایی باشید که بتونید بیشترین استفاده را از شرایط خودتون ببرید. انجام چنین کاری چالش برانگیزه، اما امثال راکفلر نشون میدن که غیر ممکن نیست. دستاوردهای خودتون رو جشن بگیرید. آیا میدونستید که افراد بسیار بلند پرواز و دستاوردگرا اغلب در بزرگ داشته موفقیت‌های خودشون مشکل دارن؟ خیلی ها معتقدن اگر میخواید به موفقیت دست پیدا کنید، شاید اختصاص زمان به جشن گرفتن کار درستی نباشه. اما نظر راکفلر در این مورد چیه؟ راکفلر در روز 26 سپتامبر سال 1855، زمانی که اولین حقوقش رو گرفت، اون رو با نام روز کار به عنوان آغازی برای مسیر طولانی خود به سوی استقلال مالی جشن گرفت. جشن گرفتن یک نقطه عطف مثل تاریخ انتشار نخستین کتاب یا گرفتن اولین حقوق به شما انرژی میده و تشویقتون میکنه تا در مسیری که پیش رو دارید محکمتر قدم بردارید. سپاسگزاری باعث میشه شادی درونی شما بیشتر بشه. پس چرا دستاوردهای خودتون رو جشن نمیگیرید؟ دارایی هاتون رو مسئولانه مدیریت کنید. راکفلر به مدیریت هزینه های شخصی خودش هم معروف بود. در زمانی که ثروتمندان قایق‌های تفریحی، واگن‌های اختصاصی و لباس‌های گران قیمت می‌خریدند، راکفلر از چنان ریخت و پاش‌های امتناع می‌کرد. در زمانی ما چنین رویکردی بازی دفاعی مالی نامیده میشه و بخش مهمی از دستیابی به موفقیت. شما باید دارایی‌های خودتون رو مدیریت کنید. بنابراین بد نیست با شیوه‌های مدیریت مالی شخصی آشنا بشید. شاید بشه گفت که راکفلر یکی از برترین سرمایه‌گذاران بخر و نگهدار بود.
اوته‌ی دهه‌ها هرگز سهام استاندارد اویل رو نفروخت. در عوض ثروتش با گذشت زمان به طور مداوم افزایش پیدا می‌کرد. در مقابل برادرش ویلیام توجه کمتری به دارایی‌های بلند مدت داشت. ران چرنو نویسنده داستان زندگی راکفلر در کتابش با عنوان تایتان به این نکته جالب اشاره می‌کنه. از اونجا که ویلیام از زیر بار وام رفتن برای ساخت خونه‌اش امتناع می‌کرد، علی‌رغم توصیه برادرانه جان، 50,000 دلار از سهام استاندارد اویل رو به برادرش فروخت. این تصمیم نابخردانه ویلیام در تفاوت عظیمی که در ثروت این دو برادر شکل گرفت، سهم عمده‌ای داشت. هنر معامله رو بیاموزید. معامله‌ای که به خوبی برنامه‌ریزی و اجرا بشه، میتونه سکوی پرتاب شما باشه. راکفلر به منظور گسترش استاندارد اویل در سرتاسر آمریکا بارها و بارها معاملات موفقیت آمیزی با شرکت‌های رقیب، شرکا و راه‌آهن داشت. در حقیقت برخی از وفادارترین مدیران استاندارد اویل در اصل از شرکت‌های رقیب اومده بودند. چه در حال مذاکره برای خرید یک خونه باشید و چه افزایش درآمدهاتون از راه فریلنسینگ، در هر حال اعتماد به نفس بالا و مهارت انجام معاملات عالی از جمله عوامل موفقیت شما محسوب میشن. ممکن نیست به تنهایی همه چیز رو بدونید. من عاشق یادگیری و پرورش مهارت هم هستم. احتمالاً شما هم تشنه آگاهی هستید. اما دنیا بسیار پیچیده است. بنابراین واجبه تا یاد بگیریم که چگونه از توان متخصصین اهرم موفقیتی برای خودمون بسازیم. وقتی راکفلر استاندارد اویل رو ساخت، توانایی‌های برجسته‌ای در مدیریت، سازماندهی و مذاکره داشت. اما تحقیق و توسعه نفت و محصولات مرتبط رو به متخصصین اون حوزه واگذار کرد. بعدها هم دستیاران و مشاورینی رو به خدمت گرفت تا در برنامه ریزی کارهای بشر دوستانه کمکش کنن. اگر بخوایم موفق بشیم، باید از قدرت متخصصین بهره ببریم. ابتدا خودتون با تمام وجود روی مسئله کار کنید تا بتونید به پرسش‌های درست در اون زمینه دست پیدا کنید. بعد هم کمک گرفتن از متخصصین استراتژی موفقیتیه که میتونه روند پیشرفتتون رو به طور چشمگیری سریع‌تر کنه. محدودیت‌های پول رو درک کنید. تا اوایل دهه 1900 راکفلر پرونده‌های قضایی، تحقیقات و پوشش رسانه‌ای منفی رو با خودش یدک می‌کشید. این فشار همیشگی به این معنا بود که اون نباید در انظار عمومی ظاهر بشه و در نتیجه چیزهای مهمی مثل ملاقات با نوه‌هاش رو از دست می‌داد. ناامیدکننده‌تر این که کمک‌های خیریه اون نیز تحت سوء ظن عمومی بودن و اغلب مورد انتقاد قرار می‌گرفتن. در حقیقت ثروت عظیم وی این مشکلات رو رفع و رجوع نمی کرد. پول هم مانند قدرت سیاسی یا شهرت می تونه مزایای شگفت‌انگیزی داشته باشه. راکفلر روی هم رفته در مدیریت پول و ثروت خودش موفق بود. مثلا کمک‌های او در ایجاد دانشگاه شیکاگو و دانشگاه راکفلر که مؤسسه تحقیقاتی پیشرویی در نیویورک بسیار مؤثر بودند. با هر معیاری که حساب کنیم، بخشش او تأثیر مثبتی بر دنیا داشت. تأثیر راکفلر و کسب و کارش در ایالات متحده کمتر از ادیسون یا هنری فورد نیست. اگر راکفلر با استفاده از هوش اقتصادیش در کسب و کار شرکت‌های نفتی وارد نمی‌شد، هیچ اتومبیل فوردی بنزین ارزون قیمت برای حرکت نداشت. ثروت راکفلر در زمان مرگش، یعنی در 23 می سال 1937 بالغ بر 900 میلیون دلار بود. حالا نوبت شماست. کدوم یکی از جنبه‌های زندگی راکفلر براتون الهام بخشه؟ پاسختون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. یادتون باشه آدم‌های منفی به پیچ و خم جاده فکر می‌کنن و آدم‌های مثبت به زیبایی‌های طول جاده. آخر سر هر دو ممکنه به مقصد برسن، اما یکی با حسرت و دیگری با لذت. شما لیاقت اون رو دارید که از زندگیتون لذت ببرید. پس مثبت‌اندیش باشید. پایدار و پاینده باشید.